ما وظیفه ایم از شما را هر کدامتان. صحبت تلفنی رئیس جمهور افغانستان با خانواده یکی از سربازانی که در جنگ با گروه طالبان جانش را از دست داده است. او در پاسخ به نگرانی بستگان این سرباز درباره احتمال ایجاد حکومت موقت در افغانستان میگوید که اجازه ایجاد چنین حکومتی را نخواهد داد. در یقین داشته باشین که تا ما زنده استم اینا روی حکومت موقت نخواهد دیدن. ای ما از او بیدای نیستم که با بادا خم شوم. سربازی که آقای غنی با خانوادهش صحبت کرد یکی از سطح نظامی افغان است که در یک سال گذشته و در جنگ پای پس از امضای موافقتنامه صلح امریکا و طالبان کشته شده است. حال در آستانه یک سالگی امضای این موافقتنامه شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این سند در روند صلح مؤثر نبوده و به ختم جنگ و خونریزی ها نینجامیده است. حتی ځینې داسې اصطلاحات پکې وکارول سول چې د انساني تلفاتو اندازه ګیري په اعدادو کې ده، اورکم د تاوتریخوالي کمښت او نور داسې اصطلاحات دي چې د جګړې له یوې برخې سره معافیت او رضایت پکې ښکاري. حال داسې موږ دلته یو څاڅکی وینه تویدل نه غواړو. بر بنیاد این موافقتنامه که در 29 ماه فبروری پارسال امضا شد، طالبان تعهد کردند که حملات بر نیروهای خارجی را متوقف کنند، سطح خشونت‌ها را کاهش بدهند و وارد مذاکرات صلح شوند. اما حکومت افغانستان میگوید که طالبان نه تنها که خشونت‌ها را کاهش ندادند، بل از یک ماه بدین سو میز گفتگوهای صلح را نیز ترک کردند. امیدوار هستیم که همونطوری که همه مردم افغانستان توقع دارند، همکارای بین المللی ما توقع دارند این پروسه تسریع پیدا کنه و بالاخره ما به چیزی که تحقیق برقراری صلح با عزت با صلح پایدار و قابل قبول بر همه مردم افغانستان است به او برسیم. حال در چنین اوضاعی که دامنه جنگ گسترش و مذاکرات صلح متوقف شده است، طالبان خواهان ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان هستند. در معلوم خبر ده چه طالب ده دیو حکومت ترشور لندن است. دیت ضرورت ده سیاسیون در افغانستان، در افغانستان ملت، در ټوله وایي انتقال د قدرت ته ضرورت شته چې دا انتقال د قدرت کې د خلکو غالبه ګمان دستی چې هغه به په موقت اداره باندې راشي. در حکومت موقت به د شما د اطمینان میتم که همین نظام باقی نمیمانه، دیگه ای جمهوریت نیست، فقط اون جنگ داخلی و سو بدبختی است. هر چیل که فکر میکنین به بار میره. پیش از این نیز رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که حکومت موقت به جنگ داخلی و خونریزی ها خواهد انجامید. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته که ایجاد حکومت موقت زمینه مداخله دائمی را برای بیگانگان فراهم می سازد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل.